برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، در اقدامی بی سابقه به مقابل سفارت سابق ایران در واشنگتن دی سی رفته و از آنجا پیامی ویدیویی را برای مردم ایران ارسال کرده است. در این فیلم کوتاه که پس از سالها به مخاطبان اجازه می‌دهد داخل سفارت سابق ایران را ببینند، برایان هوک اعلام کرد آمریکا دوست دارد کلیدهای این سفارت را به حکومتی بازگرداند که نماینده واقعی ملت ایران است. در حالی که سفارت آمریکا در ایران پس از انقلاب توسط هواداران حکومت تسخیر و تخریب و بعداً به سپاه پاسداران واگذار شد، تصاویر منتشر شده از داخل سفارت ایران نشان می‌دهد که این سفارت بسیار تمیز و مرتب نگه داشته شده و به گفته آقای هوک، دولت آمریکا نه تنها از وسایل و آثار هنری داخل آن محافظت کرده، بلکه ساختمان و محوطه آن را نیز تمیز و مرتب نگه داشته است. من برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران هستم. امروز من در مقابل ساختمان ایستادم با ده ها سال سابقه تاریخی در قلب واشنگتن دی سی. اغلب مردمی که از خیابان ماساچوست عبور می کنند احتمالاً نمی دانند که این ساختمان سفارت ایران است. وزارت امور خارجه ایالات متحده تقریباً 40 سال است که از آن نگهداری کرده، از نظر امنیت و زیبایی محوطه. حتی فرش های ایرانی و آثار هنری که زمان اینجا بودند همگی در انباری با درجه هوایی کنترل شده نگهداری می شوند تا زمانی که روابط دیپلماتیک ما برقرار شد به مردم ایران بازگردانده شوند. ای کاش می توانستم همین حرف را درباره حکومت ایران نیز بزنم. مردم ایالات متحده و مردم ایران باید روابط دیپلماتیک داشته باشند. ما باید در کشورهای یکدیگر سفارت داشته باشیم. رژیم ایران این قدرت را دارد که مسیر بهتری را برای مردمش ترسیم کند. این رژیم باید کمتر طبق آرمان‌های انقلابی رفتار کند، بلکه بیشتر مانند یک کشور عادی باشد. امید ما این است که رژیم خط مشی خودش را تغییر بدهد و به سیاست‌های تهدیدآمیزش علیه ایالات متحده و همپیمانان ما در خاورمیانه پایان دهد. رژیم ایران می‌تواند تصمیم بگیرد و این کار را انجام دهد، یا در غیر این صورت شاهد فروپاشی اقتصادش باشد. مردم ایران قادر نخواهند بود که ظرفیت‌های فوق‌العاده‌شان را به نمایش بگذارند تا زمانی که رژیم این کشور روند کنونی ظلم، سوء مدیریت اقتصادی، نابودی محیط زیست و ماجراجویی‌های خشونت‌بار را در خارج از کشور دنبال می‌کند. ما مشتاقانه منتظر روزی هستیم که کلیدهای این سفارت را به حکومتی بازگردانیم که نماینده واقعی مردم ایران باشد. حکومتی که از یک ایدئولوژی انقلابی منسوخ نفرتبار پیروی نکند، بلکه به دنبال منافع و اراده مردم بزرگ ایران باشد. مردم ایران باید آزاد باشند تا قوانینشان را خودشان وضع کنند و رهبرانشان را خودشان انتخاب نمایند، نه آنکه این افراد توسط یک مافیای فاسد مذهبی تعیین شوند. 40 سال از زمانی که رژیم جمهوری اسلامی قدرت را به دست گرفت گذشته است. با هر مقیاسی که بسنجید این رژیم کارنامه تاریکی دارد. ایالات متحده امیدوار است 40 سال آینده کاملا متفاوت باشد و شما مردم ایران جایگاه برحق خود را به عنوان یک نیروی قدرتمند برای ثبات و سعادت در خاورمیانه و فراتر از آن به دست آورید. آقای هوک همچنین در یک ویدیوی دیگر به سوال چند تن از کاربران ایرانی سایت وزارت خارجه آمریکا درباره اقامت و تحصیل بستگان مقامات جمهوری اسلامی در ایالات متحده پاسخ داده است. Many of you, including Minu, asked... بسیاری از شما از جمله کاربری به نام مینو پرسیده چرا آمریکا ویزای بستگان مقامات رژیم جمهوری اسلامی را که در این کشور زندگی می کنند لغو و آنها را از کشور اخراج نمی کند. مینو، از تو سپاسگزارم برای طرح این موضوع. باید اعتراف کنم که این هم یک نمونه دیگر از ریاکاری های رژیم جمهوری اسلامی است. مقامات رژیم ایران از یک طرف شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دهند و از سوی دیگر با استفاده از منابع مردم ایران اعضای خانواده‌هایشان را به کشور به اصطلاح شیطان بزرگ می‌فرستند تا در اینجا زندگی و کار کنند. من می‌توانم به شما بگویم که ما در حال بررسی این موضوع هستیم. البته نمی‌توانم درباره پرونده‌های شخصی افراد
یا بحث و مذاکراتمان در داخل دولت در این ارتباط چیزی بگویم. اما مطمئن باشید که ما تمام گزینه‌ها برای وارد کردن فشار به افراد ریاکار فاسد در حکومت جمهوری اسلامی را دنبال می‌کنیم تا باعث تغییر رفتار آنها شویم. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا هم اخیراً در پاسخ به پرسش مشابهی گفته بود You have the very people that are destroying the way of life for ordinary Iranians all across the country. همان کسانی که مشغول نابود کردن زندگی مردم عادی ایران هستند، بچه‌هایشان را به آمریکا می‌فرستند چون ثروتمند هستند، چون آنها ثروت شما را دزدیدند و با فساد پول‌های شما را گرفتند. به نحوی که به مردم خوب و زحمتکش ایران لطمه وارد شده. پول شما را می‌گیرند و بچه‌های خودشان را به خارج می‌فرستند تا درس بخوانند، خرید کنند و از آزادی‌هایی که ما در آمریکا داریم بهره ببرند. چون می‌دانند که کشور خودشان به اندازه کافی برای خودشان خوب نیست. برای شما خوب است ولی برای خانواده آنها به اندازه کافی خوب نیست. آقای پامپئو افسوده ما در حال بررسی این موضوع هستیم. ما از این موضوع ناراحتیم که آنها اعضای خانواده ایشان را به اینجا می‌فرستند. البته این موضوع برای ما نگران کننده نیست بلکه برای مردم ایران هست. ما واقعا امیدواریم که بتوانیم راهی را پیدا کنیم تا مردم ایران در داخل کشورشان زندگی خوبی داشته باشند و دیگر نیازی به این نداشته باشند که برای رسیدن به آزادی و رفاه با آمریکا بیایند. ببینید اشکالی نداره میگم فرزند شما تو کالیفرنیا زندگی بکنه، منتها چی باعث اشکال میشه؟ اشکال این میشه که شما میای شعار مرگ بر آمریکا میدی، بعد معلوم میشه زن و بچت تو کانادان. بابا جون دیگه مرض داری شعار مرگ بر آمریکا میدی؟ اگه آمریکا بده بچه زن و بچه تو اون چیشته دارن زندگی میکنن. شما در حقیقت یک مورد بیشتر هم نه یک مورد نشون بدید که آمریکا ستیزی در این 40 سال گذشته 39 سال گذشته چه نفعی برای منافع ملی ایران داشته. یه مورد نشون بدید این آقای زیباکلام مثلا 10 سال پیش 20 سال پیش 30 سال پیش در نتیجه آمریکا ستیزی این موهبت متوجه منافع ملی میشه، گیر منافع ملی ما آمد. من در مقابلش یک دو جین مورد برای شما میآورم که اصرار بر دشمنی با آمریکا و آمریکا ستیزی چگونه تیشه به ریشه منافع ملی ایران زده در طی این نمیگی که انگلیسی ها بدبختن، انگلیسی ها فکر میکنن خوشبختن، آمریکایی ها فکر میکنن آمریکایی بدبختترین مردم روی زمین هستن. چرا شما اینو تو اینو باید بگی؟ برای اینکه تو میگی فقط و فقط زیر چارچوب دین، زیر علم دین هستش که انسان ها خوشبخت میشن. نه نظر جایی برای فلسفه سیاسی هم طبیعی بودش که حتی علمای ما، حتی علما و روحانیت ما، علما و روحانیتی که شاه رو خدا میدونستن، شاه رو سایه خدا میدونستن، شما در یه مقطعی نگاه میکنی میبینی که اونها اومدن در رأس جنبش مشروطه قرار گرفتن. این موجی که آمده، این سیلی که آمده، همه رو تحت تأثیر خودش قرار داده. جوابو نگرفتم. جوابتو من الان به شما میدم. اون چیزایی که شما از غرب گرفتی کدومش بد بود؟ کدومش خراب بود؟ شما اصل تفکیک قوا رو از غرب گرفتی. اصل تفکیک قوا غلطه، اساس بنیان جمهوری اسلامی رو بعد از 33 سال اصل تفکیک قوای روسو داره. شما اصل تفکیک قوا رو از کی گرفتی آقای دکتر صلواتی؟ آقای دکتر خسروپنا شما اصل تفکیک قوا رو از قال صادق گرفتی، از قال باقر گرفتی، از کی گرفتی؟ من به شما میگم نمیخواد شما عرض بکنی، شما اصل تفکیک قوا رو عزیز من از روسو گرفتی. شما این که قدرت حکومت باید محدود بشه، قدرت حکومت باید محدود بشه به قانون، شما این از کی گرفتی؟ اووردی تو مشروطه، تو صدر مشروطه قرار دادی. اینکه حکومت باید پاسخگو باشه در قبال مسئولیتاش، در قبال وظایفش، اینو شما از کی گرفتی؟ از کجا گرفتی؟ چرا شما میگید اینا بدن؟ اینا اساس درست بوده و ضروری، اینا اساس عزیز من، اینا همه اساس بنیان جمهوری اسلامی هست. خب اینکه شما هر 4 سال یه بار بعد رئیس جمهور انتخاب کنی، نه شما از کجا آوردی؟ از اسلام گرفتی. شما بعد از انقلاب موج آمریکا ستیزی، استکبار ستیزی، دشمنی با آمریکا به راه افتاد. به کمک ابزار آمریکا ستیزی میتوان تمام خورده گفتمان های انقلاب اسلامی رو
یواش یواش برد کنار و محوشون کرد. میشه انتخابات آزاد رو محو کرد، میشه آزادی بیان رو محو کرد، میشه نبود زندانی رو محو کرد، میشه حاکمیت قانون رو محو کرد، میشه پاسخگو بودن حکومت رو محو کرد، میشه همه اینا رو محو کرد و به عنوان قهرمان علیه آمریکا مبارزه کرد. شما اگه آمریکا ستیزی رو از جمهوری اسلامی ایران بگیرین چی براش میمونه؟ بگه ما برای چی؟ ما به دنبال تحقیق چی میخواییم بکنیم؟ این جمهوری اسلامی از دشمنی با آمریکا، استکبار جهانی، از اینها صحبت نکنند. از صدور انقلاب، مبارزه با نظام سلطه، آمریکای جنایتکار، از اینها صحبت نکنند. از کدام دستاوردشون میخوان صحبت کنن؟ بگن در زمینه اقتصاد ما چه کردیم؟ اینه نظام سیاسی که به وجود آوردیم، یه نظام سیاسی به وجود آوردیم که هر کسی میگوید بالای پیش حکومت ابروه، توسط شورای نگهبان رد صلاحیت میشه برای اقتصاد. ناهنجاری‌های اجتماعی وحشتناکی که در کشور به وجود آمده، بالا رفتن آمار طلاق، بالا رفتن خط فقر. ببینید از چی جمهوری اسلامی مباهات بکنیم و بگیم که این دستاورد انقلاب اسلامی بوده است؟ از نظام بانکداریش که دوزخونه هست مباهات بکنیم؟ از پرونده مفاسد اقتصادی، پرونده های مفاسد اقتصادی؟ بنابراین من میتونم بفهمم که چرا آمریکا ستیزی رها نمیشود و چرا آمریکا ستیزی همواره باید ادامه پیدا بکنه. یه عمری گفتیم که آمریکایی‌ها کودتا کردن، آمریکایی‌ها کودتا کردن. حالا معلوم شده که اونی که اتوبان به نامش کردیم، بزرگراه به نامش کردیم، تیر چراغ وقت به نامش کردیم، معلوم شده نه دست اون دست آمریکایی‌ها بوده. آمریکایی‌ها خیلی هم نمیخوام واقعا وارد این بحث‌های اینجوری بشم و به اصل موضوع بپردازم، ولی آدم دلش می‌سوزه. خانم بذار اونا رو بگیرم بالا، بذار باو بگیرم بالا. چیه اینا؟ 365 365 نور، اینا رو تو رادیو تلویزیون گرفتن، دستشون بردن بالا. پنجام رو که نمار جمعه هسته، هر جمعه اینا رو میگیرن دستشون میبرن بالا. خیلی، خیلی، 40 سال خودتون رو فریب دادیم، 40 سال دیگه هم خودتون رو فریب دادیم.